دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید این ویدیو اولین ویدیو از یک سری جدید ویدیو هست که قرار به صورت روزانه در این کانال پخش بشه اما هدف این سری جدید ویدیو آموزش زبان به صورت سیستماتیک یا نظاممند نجاب کلمه این نظاممند بر اساس یک کتابه کتاب کالوکیشن این یوز که یکی از بهترین کتابهایی است که من خودم به عنوان زبان آموز خوندم و به عنوان معلم درس دادم انتخاب کردم که این کتاب رو مرحله به مرحله درس به درس با هم پیش ببریم و کلی لغات جدید اصطلاحات جدید و عبارات جدید یاد بگیریم که میتونید برای مهارت صحبت کردن ازشون استفاده بکنید این کتاب دو تا سطح داره سطح اینترمیدیت یعنی متوسط و سطح پیشرفته من از سطح اینترمدیت که در واقع پایین ترین سطح این کتاب هست شروع میکنم و درس به درس جلو میریم تا به سطح پیشرفته برسیم اما بعد این نکته رو بهتون بگم که این کتاب یه جوری طراحی شده که عباراتی که توش تدریس میشه برای تقریبا همه به بجز اونایی که واقعا سطح صفر هستن و هیچی از زبان انگلیسی نمیدونن میتونه مفید باشه یعنی شما اگر سطح بیوان باشید مثلا 5 ماه 6 ماه کلاس زبان رفته باشید یا خودتون به صورت خودآموز کار کرده باشید میتونید از این کتاب بهره ببرید استفاده بکنید و منی که بیش از 20 ساله دارم زبان انگلیسی میخونم و درس میدم و تو کشور انگلیسی زبان زندگی و کار میکنم منم میتونم از این کتاب استفاده بکنم و واقعا هم وقتی که من داشتم درس ها رو برای این سری ویدیو آماده میکردم کلی عبارات جدید که مثلا قبلا یاد گرفته بودم ولی مدتی بود ازشون استفاده نمیکردم برای من یادآوری شدن و به دایره فعال واژگان و عبارات من اضافه شدن درس یک تا پنج کتاب کالکشن نیوز یه مقداری مقدمات هست من اونا رو کاری ندارم و امروز از درس 6 شروع میکنیم و هر روز پیش میریم درس به درس جلو میریم با هم درس 6 درباره یکی از نکات خیلی خیلی مهمه که چه سطح شما خیلی پایین باشه چه خیلی بالا احتمالاً باش مشکل دارید همه زبان آموزا و حتی خود نیتیو سپیکر را از کلمه very یا very much زیاد استفاده میکنن I'm very tired He was very successful She was very unhappy This was very delicious That was very exciting. ولی خب اگه بخواید طبیعی و روان و زیبا صحبت بکنید باید یه سری کلمات دیگر رو هم به دایره واژگانتون اضافه بکنید این کلماتی که امروز توی این درس میخوام بهتون یاد بدم خیلی کلمات سختی نیستن احتمال خیلی زیاد کلمات رو میدونید ولی اینکه با چه کلمه میان و در چه عبارتی استفاده میشن اون خیلی مهمه و در واقع کل این کتاب بر اساس همینه که به شما آموزش بده که کدوم کلمه با کدوم کلمه میاد. اولین جایگزین very کلمه highly هست. highly. خب این یه کلمه خیلی ساده است. highly. ولی کجا باید استفاده بشه؟ کلمه یا قید highly معمولاً با کلمات مثبت استفاده میشه. یه استثنا هم داره که بعدم بهتون میگم. مثلا میگیم that is highly recommended. that is highly recommended به شدت توصیه میشه. she was highly successful. و خیلی موفق بود. That's a highly profitable opportunity. یه فرصت خیلی خیلی سودزاست. That's a highly effective strategy. این یه استراتژی خیلی خیلی مؤثره. That's a highly recommended book. یه کتاب به شدت توصیه میشه. پس به جای اینکه بگیم it's very recommended بگیم she's very successful میگیم she's highly successful he's highly successful it's highly recommended It's highly profitable. It's highly likely or unlikely. خیلی محتمل یا غیر محتمل هست. مثلا یه نفر بهتون میگه Do you plan to continue your studies abroad? قصد داری خارج از کشور ادامه تحصیل بدی؟ شما چی میگید؟ میگید Well, I would love to, but that's highly unlikely. بله دوست دارم ولی احتمالش خیلی کمه. پس اینا همشون کلمات مثبت بودن که با هایلی استفاده شدن یه استثنا هم داریم و اون کلمه کانتروورشل هست به معنای خیلی بحث برانگیز مثلا میگیم دتس هایلی کانتروورشل به جای اینکه بگید دتس very controversial میگید دتس هایلی کانتروورشل دتس ا هایلی کانتروورشل تاپیک Well, دتس ا هایلی کانتروورشل تیوری That's a highly controversial hypothesis. یه نظریه خیلی بحث برانگیزه. حالا تو یه جمله Julia's highly unusual behavior was really surprising to everyone. رفتار خیلی غیر معمول جولیا برای همه یه جورایی سورپرایز بود یا تعجب برانگیز خب حالا ازتون میخوام خودتون جملات خودتون رو با کلماتی که یاد گرفتید بسازید بریم سراغ دو تا کلمه جایگزین دیگه دو تا کلمه بعدی معمولا وقتی استفاده میشن که دیگه مثلا میخواید بگید خیلی 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 یه چیزی یه جوریه خب این دو کلمه اینها هستن absolutely or utterly absolutely or utterly مثلا میخواید بگید دیگه من آقا خیلی داغم بودم خسته بودم کوفته بودم میگی چی میگی I was absolutely exhausted I was absolutely exhausted به جنگی بگی I was very exhausted البته اگه بگی very exhausted غلط نیست ولی طبیعی نیست روان نیست و به قول معروف اونجوری نیست که نیتیو سپیکر های زبان استفاده میکنم I was absolutely exhausted اگه بخوای رسمی تر بگی میگی I was utterly exhausted I was utterly exhausted میخوای بگی یه چیزی خیلی خیلی مسخره بود نمیگی that was very ridiculous قبطه اگرم بگی غلط نیست ولی طبیعی نیست میگی that was absolutely ridiculous کاملا مزخرف بود کاملا مسخره بود That was utterly ridiculous یا مثلا میخوای بگی یه چیزی کاملا احمقانه بود میگی That was absolutely stupid That was utterly stupid میخوای بگی کاملا غیر ممکنه میگی It's absolutely impossible for you to do that It's absolutely impossible for you to learn a foreign language in just three months That's absolutely impossible مثلا میخواید بگید کاملا متقاعد شدم اینجا دیگه نمیگید I was very convinced این کاملا غیر طبیعی به نظر میرسه اگر بگید غلط محسوب نمیشه و مخاطب شما میفهمه چی میخواید بگید ولی طبیعی صحبت نکردید اینجا باید بگید I was absolutely convinced پس این absolutely یک کلمه خیلی رایج و متداولی هست و پرکاربرد که میتونید تو موقعیت های مختلف ازش استفاده بکنید به جای چی؟ به جای very The whole area was utterly devastated after the earthquake. کل منطقه بعد از زلزله به کل نابود شده بود. خب بریم سراغ سه تا کلمه جایگزین دیگه با مثال‌های متنوع که شما قشنگ یاد بگیرید این کلمات رو کجا باید استفاده بکنید. کلمه اول deeply. این کلمه یا قید بیشتر برای بیان احساسات استفاده میشه. مثلا میگید I was deeply concerned. به شدت نگران بودم. باز به جای که بگید I was very concerned که البته غلط هم نیست طبیعی تره که بگید I was deeply concerned I was deeply ashamed of his behavior به شدت از رفتار شرمسار شده بودم I was deeply ashamed باز به احساسات ما رفت داده میشه پس deeply با کلماتیه که با احساسات سر کار دارن I was deeply shocked to hear that news I was deeply shocked to see that کاملا شکه شده بودم از دیدن این قضیه I was deeply shocked to see that اینجا دیگه نمیگید I was very shocked to see that اگر بگید غلط نیست ولی غیر طبیعیه I was deeply moved به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم She was deeply unhappy about it خیلی از این قضیه ناراحت بود کلمه بعدی Ridiculously 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 استرسش هم روی سیلاب دومشه ridiculously این کلمه می کلمه قشنگی که میتونید به جای وری استفاده بکنید وقتی که شرایط یه مقداری غیر منطقی و خلاصه با عقل جور در نمیاد مثلا میگی that was ridiculously cheap خیلی بابا دیگه ارزون بود اصلا مسخره بود that was ridiculously expensive that was ridiculously expensive خیلی دیگه گرونه گندش رو در آوردن That was ridiculously expensive. خیلی دیگه گرون بود. بابا چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ The examination was ridiculously easy. امتحانش خیلی راحت بود. یعنی دیگه مسخره بود خدایش. یعنی دیگه خیلی راحت بود. به جای اینکه بگید very easy میگید ridiculously easy. به جای اینکه بگید very cheap میگید ridiculously cheap. Ridiculously expensive. یادتون باشه از امروز دیگه وری رو کمتر استفاده بکنید بریم سراغ جایگزین بعدی جایگزین بعدی کلمه strongly هست strongly این کلمه معمولاً با یه سری فعل ها که برای ابراز عقیده هستن استفاده میشه مثلا میگی I strongly believe that you need to work hard to achieve your goals I strongly believe that you need to do this I strongly believe that you need to do that به شدت اعتقاد دارم که تو باید این کار رو انجام بدی به شدت اعتقاد دارم که باید اون کار رو انجام بدی I would strongly recommend that you learn a foreign language به شدت توصیه میکنم که بری یه زبون خارجی یاد بگیری از کانال منم یاد بگیری I strongly support this perspective به شدت از این دیدگاه حمایت میکنم